Bomba var Max'ı üstü işte. Salon mu var Max'ı üstü işte? Ne üstü karşı yazsam bu? İncara ne kanka, incara ne kanka. Ya bir hal baba bir ince, bir deraz bekleyin. Baba biraz bekleyin, aksi koydu. Baba aziyet nakon video bekleyin, ben çoğuma buru. آره ویدیو بگیریم ویدیو بعد گوشی بد میدم ها گوشی بد میدم امیدوارم بچه ها حال تو خوب باشه بیا رفقا بالانس چنج میگم بالانس چنج معرفی سیزن رو میخوایم بریم یه هویی شد من این حقیقت اول یه نکته بگم راجب ویدیوی فردا دو تا پارت بیا اینجا بابا بیا دو تا پارت ویدیو گرفتم از آرمان لایف یعنی بهتون پیشنهاد میکنم ببینید بمب خنده است قرار بود جای این ویدیو اون دو تا پارت یکیشو امشب بذارم یکیشو فردا ظهر ولی خب یه دفعه اومدم تو چنل تلگرام تقریبا 1:30 من ویدیو گرفتم از آرمان تو کال بودیم با هم دیگه عرضم به خدمتتون این که از این یعنی قرار بود جای این ویدیو یه پارت آکادمی باشه ساعت 11 امشب یه پارت هم فردا 12 ظهر که متاسفانه این یهویی اومد و جفتش انداختم برای فردا چون یه دفعه‌ای گرفتم وسط ویدیو تموم میشه تقریبا پارت اول 39 دقیقه شد پارت دوم 41 دقیقه بمب خنده است یعنی ثانیه به ثانیهش پاره میشی در خنده حتما ببینید منفی زد سگی این از این بریم سراغ معرفی سیزن 61 دوتا ایولوشنه که کامل معرفی کردیم اینم 100% همه تو چنل ها دیدید معرفی سیزن رو ولی خب ما میذاریم به خاطر اینکه آرشیومون به هم نریزه من تمام سیزن ها رو تا الان ویدیوشو گذاشتم تو قسمت معرفی سیزن سیزن 61 که هم بالانس چنج داریم ولی هنوز تایید نشده یعنی فاینال بالانس چنج نیومده میبینید که توی این سرتیترا یه دونه وایب بالانس چنج داریم که بالانس چنج پیشرفت پیش فصل یه گوبلین جاینت اِوولوشن داریم که بررسیش کردیم یه گوبلین دریل اِوولوشن داریم که اونم بررسیش کردیم بچه‌ها ویدیو پریویوشو بچه‌ها توی ادمینا تو چنل تلگرام گذاشتن اگه می‌خواید ببینید تو چنل تلگرام ببینید اینجا نمیشه ببینید چون میترسم کپی رایت بخوره آرنای بازی رفقا آرنای سیزن 61 این شکلیه که یه خبرایی قراره بیا پیش یعنی خبرهایی قراره اتفاق بیفته یه سری اتفاقات تو بازیه که این آرنای و لودینگ اسکرین که بهش برسیم قطعا بررسیش میکنیم احتمالا کارت جدید تو راهه برای سیزن بعد برای این سیزن که نه که دوتا تاور اسکین داریم که میریم پایین تر بررسیش میکنیم این اسکین تاور اوله و که این توی فکر کنم اگه اشتباه نکنم این اسکین تاور توی پس رویاله ایموت داریم که گفته آقا این IAP یعنی خرید درون برنامه ای خب و عرضم به خدمتون ایموت ها تمامش مربوط به ریدمانکاریه یعنی خود کلش رویال هم طبق گفته بچه ها فهمیده که ریده دستمال کاغذی و سنگ خلا و اینا آورده دوش اولیش که بربریان تویلت پیپره که این فکر کنم توی چالش میاد اگه اشتباه نکنم دومیش گابلین دریل فال آپارات یا همچی چیزیه که اینجوری میاد گابلین دریل میاد پایین میشکنه یه دونه گابلین سر خلا نشسته داره روزنامه میخونه این خرید در اون برنامه ایه بچه ها احتمالا با دلاره و گابلین جاینت ایو پرید که تو پس رویال میاد این ایموتیه که تو پس رویال میگیریم دوباره یه هوک فلاش داریم که یه هویه که نشسته روی سنگ خلا و اینم خرید در اون برنامه ایه این اسکلتون این ایموت اسکلت بچه توی پس آف لجند لیگ 4 پس لیگ 4 ایموتش اینه رویال تورنومنت رو فقط دو تا رویال تورنمنت داریم یکیش استاندارده که اول سیزن اتفاق میفته و دومیش میرورده که اواخر ماهه یعنی فکر کنم یه جوری اواسط سیزنی اتفاق بیفته چالش ها
گوبلین جاینت وی اس آر جی که احساس میکنم درفت باشه بچه ها. احساس میکنم چالش درفته که اِوولوشن، دو تا اِوولوشن، یکی گوبلین جاینت، یکی آر جیه، که از این دوتا باید یکیشو انتخاب و یک شوید به حریف. بارها گفتیم بازم تکرار میکنیم، تاریخ اول حالت فیریش و نامحدودش میاد برای تست و از اینجور داستان، و تاریخ دوم مربوط به تاریخی که خود چالش میاد که بر اگر درفت نباشه ترکیب براش معرفی میکنیم. گابلین راکت سیلو که اینم نگفته چالشش چیه، نمیدونم درفت معمولی استاندارد، اینو نمیدونم. دریل اِوولوشن لانچ، آها یه نکته راجع به دریل اِوولوشن بگم، فکر کنم گفته باشم تو ویدیوی مربوط به خودش، ولی دریل اِوولوشن 2 هفته بعد از شروع سیزن توی شاپ میاد، همون اول نمیاد، اینو در مد نظر داشته باشید. یعنی اول سیزن که استارت میشه 14 روز بعدش توی شاپ میاد که با 10 11 دلار بعد برید بخرید اگه شارت جمع کرده باشید که دیگه به نفعتون. چالش بعدی الکسیر برل که احساس میکنم رفقا داره یه سری خطایی به ما میده واسه کارت جدید، حالا تو لودینگ اسکرین بیشتر صحبت میکنیم. چالش بعدی که اشتباه هم زده، این لودینگ اسکرینه، چرا اینجا اومده؟ آره جا به جا زده بچه. چالش بعدی چمپیون درفته که وان وی وانه و تاریخاش هم دارید میبینید بچه. این لودینگ اسکرینه، ببین یه سری اتفاقاتی اینجا داره میفته که احساس میکنم مرتبط با کارت جدیده. خب نگاه کنید، یه سری اتفاقاتی، یه سری ببین تماما گوبلینن دارن یه سری کارهایی انجام میدن، حالا بیبی گوبلین هست، گوبلین کیج هست، ارزم به خدمتون یه دونه گوبلین ما داریم اینجا که این اسپیر گوبلینه. خب این اسپیر گوبلینه که پشتش یه چیزی بسته، حالا نمیدونم، ولی این حرکتایی که داره اینجا رقم میخوره شاید به خاطر این الکسیره، این وسط به خاطر اینه که مثلا این دوتا رو اومده اِوولوشن کرده، ولی من فکر میکنم تمام این المانایی که داریم اینجا میبینیم بوی کارت جدید رو داره برای ما ساطع میکنه. این هم چیزی اگه بگیم خیلی بهتره، و اینا هم که میبینید دارن کار میکنن رفقا، اینا هم دارن اینجا کار میکنن. زیاد نمیخوام روش ریز بشم، ولی داره همچی خطی به ما میده که آقا منتظر کارت جدید باشید. احتمالاً چون طبق ویدیویی که توی گابلین تیوی دیدیم، یا همون تیوی رویال که روش خط زده بودن گابلین بود، نوشته بود که سه تا اِوولوشن بعدی گابلینه که دوتاش اومده، سه تا اِوولوشن بعدی گابلینه دوتاش اومده، یه دونه اِوولوشن دیگه گابلین داریم، بعد دوتا کارت جدید داریم. پس احتمالاً سیزن بعد یه کارت جدید داشته باشیم، یعنی سیزن 62، و یه دونه اِوولوشن که اِوولوشن مرتبط با گابلینه. ببین بیشتر این منو مجذوب خودش کرد، این که این وسطه. شاید به خودتون بگید این الکسیر کالکتوره، ولی الکسیر کالکتور نیست رفقا، شاید الکسیر کالکتوره و یک چمپیون یا یک کارتیه که مرتبط با الکسیر کالکتوره، اینم باید در نظر بگیم. فعلا نمیخوام روش زوم بشم، ولی این احساسو میکنم که کارت جدید توی راه باشه، البته سیزن بعدی. لودینگ اسکین که جابجا زده. و پس رویال هم بچه‌ها، اینا که هیچی، یه دونه ایموت میگم، یه دونه بتل بنر متحرک داریم، یه 6 تا شارد گابلین جاینت اِوولوشن رو داریم و یه خورده خنزر پنزر داریم. اگر میخواید بخرید گوبلین جاینت اِوولوشن رو و شک دارید که آیا کارت خوبی هست یا خوبی نیست، صبر کنید سیزن روزی که استارت بشه اولین ویدیو من بررسی گوبلین جاینت اِوولوشن رو براتون میذارم، بعد تصمیم بگیرید. حداقل میبینید، حداقل توی 5 تا 6 تا بتل میبینید بعد تصمیم میگیرید، ولی در کل اگر بگیرید بهتره کلیتشه. و اینم از این سیزن شاپ رفقا، یه مقدار تغییرات داشته که میاد به ما یه دونه ماجیک کوین میده، اگه اشتباه نکنم این ماجیک کوین بود، درسته؟ یادم از بعد استفاده نکه یادم نمیاد که میتونی شما 100,000 تا اینو بدی و یه کارتو
گلدشو پر کنی که بهتره برای 13 به 14 استفاده بشه که 3000 تا گلده. اسپارکی و ماجیکارچر از لجندان که تو سیزن شاپن که بگیرید همشو، حتی اگر مکسه بگیرید رفقا که الیت وایلد کارتشو جمع کنید. از اپیکا هم که گوبلین جاینت و دریل و شارد سیزن بعدم که سه تا بهمون میده زپ ایولوشن، یه دونه شارد معمولی هم داریم رفقای گل. در مورد سیزن توکن هم که گفتم اگر میخواید بنر باکس ها رو باز کنید باید حتما از اینجا سیزن توکن بخرید، دیگه گفتنی نداره. بنر باکس های سیزن بعد که یک گذری بهش یه نگاهی میندازیم. که 1 و 2 و 3 و 4 این 8 تا با بک‌گراند و فورگراند حساب کردم توی بنر باکس ها ما میده. بله اینا رو تو بنر باکس ها ما میده. تو چالش ها این بنر رو ما میده، یعنی این 2 تا 4 تا 6 تا و 8 تا، اینا رو توی چالش ها ما میده. و بتل بنر متحرک هم در مورد با گابلین دریله. یه سری گولد راش داریم بچه ها، ببینید بوی کارت جدید داره میاد. ببینید چون خیلی گولد راش گذاشته، اون طرف اومده ماجیک کوین گذاشته برای خرید، بوی کارت جدید داره میاد چون سه تا کارت الان داده، یه کارت جدید دیگه بخواد بزنه عملا داره خاطر همین گولد راش میذاره. گولد راش چیه؟ شما میری بازی میکنی، کراون جمع میکنی و از اونجا بتون مثلا میاد 15000 تا هر بتلی که بتلاتو که بزنی کوین، مثلا کرانا رو که جمع کنی 15000 تا 50 تا کران جمع کنی مثلا 15000 تا گولد بهت میدم، 30000 تا بهت گولد میدم. با اسلش رویال فرق میکنه. چند نفر اومدن پی این گفتن آخ چون اسلش رویال اومده میخواد آپدیت جدید، نه اسلش رویال قیمت لول اپ کردن همه نصف میشه، اون برای زمانی میاد که بخواد لول جدید معرفی کنه، نه الان. گولد راش با اسلش رویال فرق داره. بوستد کارت ها همونجوری که بهتون گفتم، دریل و گوبلین جاینت بوست جفت اِوولوشن و مهمترینش اینه اسپارکی هم بوسته. یعنی برای سیزن بعد اگه من بخوام گوبلین جاینت اسپارکی بزنم، دو تا کارت مهممو نیاز نیست دیگه الیت بکنم و اون تقریبا 167000 تا الیت وایلد کارتی که دارم میتونم رو سه تا کارت دیگه بزنم. حالا باید ببینیم به چه شکل میشه متا. و اینجا اومده گفته سیزن نیم فلان اسمش اینه، آرنا اسمش اینه، سیزن شاپ بوک کوینه، یعنی دیگه سیزن شاپ، تو سیزن شاپ دیگه بوک نداریم که حالا کامن ریر یا هر چیزی باشه، کوین داره میده. خب ماجیک کوین میده. روز شروع 1 جولای، هفته 5 تا، پس 35 روزه است سیزن. سیزن 35 روزه است. پس رویال اِوولوشن، پس رویالمون گوبلین جاینت و اِوولوشنی که باید از شاپ بخریم گوبلین دریله. بچه این معرفی خیلی خوب شد، 13 دقیقه شد، معرفی کامل سیزن 61. شاید خیلی هاتون بگی آقا دیدیم اینا چیه میذاری فل، من اینا رو برای آرشیو هم میذارم. اگه برید توی پلیلیست معرفی سیزن ها و برید پایین پایین میبینید من از سیزن فکر کنم 21-22 به بعد یا شاید هم یه خورده اونورتر شروع کردم معرفی سیزن بذارم، یعنی از اون جایی که دیگه چنلمو استارت کردم به خاطر همینه. و میگم بازم میگم بوی کارت جدید داره میاد بچه ها، بوی کارت جدید داره میاد. فعلا آیتماتون رو خرج نکنید، یعنی احتمال زیاد ریر باشه، شاید هم اصلا یه دفعه بیاد هیرو معرفی کنه، ولی من احساس میکنم نسبت به این لودینگ اسکرینی که اینجا داریم میبینیم کارت جدید تو راهه. امیدوارم که نباشه ولی احتمالش هست. خیلی مخلصتون هم فراتون بشم. یه علی مدد.